در روزهای روشنایی و جشنواره روشنایی یهودیان که همان هنوکا خوانده میشه، بحث بر این هستش که آیا این جشنواره یا جشن رو به خاطر پیروزی نظامی مکاویان بر یونانیان ما جشن میگیریم، به خاطر اینکه اقلیتی چند با یک جنگ های نامتقارن و پارتیزانی موفق شدند قوای دشمن یونانیان رو به کرنش باد بدارند، یا اینکه به خاطر معبد رو که آمدن پاکسازی کردند و تونستن شعبدان و منورای هفت شاخه اون رو برای 8 روز روشن نگه دارند و به خاطر همون 8 روز هستش که ما جشن روشنایی، جشن هانوکا رو یهودیان جشن میگیرن. جالب بر اینه که بعد از تخریب معبد دوم که بیش از کمتر از 2000 سال میگذره، بسیار از اندیشمندان یهود بر این بودن که اصلا این جشن رو بیان لغوش بکنن. چه خب برای چه جشن رو میگیرن؟ برای اینکه در همون روز بوده که آمدن پاکسازی کردن معبد سلیمانی رو و در اون روز بوده که آمدن شمع منورا رو روشن کردن، ولی وقتی که ما معبد رو نداریم بعد از خرابی معبد دوم، چه فایده داره که ما آن جشن رو همیشه به خاطر بسپاریم؟ و این هستش که اندیشمندان یهود آمدند و این رو بیان کردند. درسته که فرهنگ و تمدن یونانی مستولی شده بود، درسته که توسط رومیان و تیتوس معبد دوم به خرابی انجامید، نه به خاطر رومیان که آمدند و اون رو خراب کردند، بلکه به خاطر فرافکنی و نفاقی که در بین یهودیان ایجاد شده بود. از یک طرف ما پادشاهی یهودا رو داشتیم، یهودا و سامره. از این درود وقتی که دو برادر در کنار یکدیگر نمیتونند با همبستگی با یکدیگر بیان و مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی خودشون رو باید شاید به پیش ببرند، از این رود بر حال از آب گلالود اون موقع آشوری ها بودن، کلده و بابل بود و در معبد دوم در از همان یونانی ها و فرهنگ یونانی و هلنیز و از طرف دیگه رومی ها بودن که توسط تیتوس آمد معبد دوم خراب شد. و این چه پیامی رو میتونه به ما برسونه که چرا اندیشمان یهود این جشن رو که همسان هستش که با جشنهای مهرگان و چله و سده و یلدای ایران باستان، چگونه است که این جشن رو نیومدن باطل شدن با وجود اینکه معبد ویران شده؟ یهودیان همیشه بر این امید هستند و انگیزه ای رو دارند و داشتند که بعد از 2000 سال به خاطر احیای زبان خودشون، همینطور که ایرانیان زبان پارسی خودشون رو به خاطر شاهنامه نگه داشتن، همینطور یهودیان در عرض 2000 سال با وجود اینکه بر روی سرزمین موعودی خودشون نبودن، با وجود اینکه ایرانیان بر سر سرزمین خودشون بودن ولی با فرهنگی اسلام زده روبرو بودن و هر دفعه گروه دیگر، سلسله دیگر از مغول گرفته تا دیگران آمده بودند و ایران رو تسخیر کرده بودند، یهودیان نیز چون هم پیمان ایرانیان از 2500 سال دوران کوروش بزرگ بودند، درسته که معبد ویران شده بود ولی یهودیان و امید یهودیان از بین نرفته بود. همینطور خاطری نور و خاطری که روشنایی رو همیشه به یاد داشتن، یعنی که با تمام ظلمت ها ما میبینیم
باریکه هست از نور امید، همیشه در ته تونل ظلمات آن رو داریم. از این رو هستش که با وجود اینکه پیروزی ها رو شما میتونید از آن این سلسله یا اون سلسله بدانید، پیروزی ممکنه امروز باشه، فردا نباشه، ولی یک به حال جست و گریزی هستش، جنگ پارتیزانی هست که موفق میشن که به قدرت برسن، ولی اون نور تلیعه ودیعه آسمانی و معنویت و معرفت رو الهی رو از افرادی که در اون انگیزه ایجاد شده، اون انگیزه و امید رو از افراد نمیتونه بگیرن. برای همین این روزها، روزهای هنوکا، جشن روشنایی که مصادف به کریسمس مسیحیان نیز میشه، همیشه یهودیان گفتن ادلو آفدا تیکفتن، یعنی تیکوای ما و امید ما بر این هستش که دوباره به سرزمین بودی بعد از 2000 سال برخواهیم گشت. ما امید خودمون رو از دست نمیدیم، همینطور که آهنگ سرود ملی اسرائیل هتیکوا هست، ادلو آفدا تیکفتن، یعنی امیدمون رو از دست ندونیم که دوباره باز خواهیم گشت به سرزمین موعودی و اسرائیل و اون رو بازسازی خواهیم کرد. و همینطور که ما میبینیم با وجود این که یکایی که قوایی که آمدن اعراب که مستولی شدند بر این سرزمین 1400 سال تا 400 سال که به هر حال امپراتوری عثمانی بود 1517 تا 1917، همینطور که یکایی که اقوام آمدند و این سرزمین موعودی رو آمدن شخم زدند، ولی هیچ کدومشون پایتخت جاودانی اسرائیل رو، اورشلیم رو هیچ وقت پایتخت خودشون نمیدونستند. از این رو برای یهودیان بعد از 2000 سال با داشتن کتاب مقدس خودشون که در آن صدها بار صحبت از نه فقط پارسیان شده و کوروش بزرگ شده در ازرا نخمیا و دیبره، امین در تنخ یهودیان یعنی توران نویم توویم، این همبستگی ملی یهودیان رو با ایرانیان که 2700 سال آنان میزبان یهودیان بودند رو در همزیستی که با یکدیگر داشتن، با وجود اینکه به عنوان اهل ذمه و اهل کتاب خوانده می شدن، با وجود اون همزیستی رو قطع می دانن. همینطور جشن روشنای یهودیان امیدی هست، روزنه امیدی هست، همینطور که برای یهودیان بعد از 2000 سال با احیای زبان عبری به سرزمین خودشون با کتاب مقدس برگشتن و تونستن استقلال خودشون رو بازیابن، ایرانیان نیز در این برهه زمانی که 1400 سال اسلام زدگی از دوران صفوی، تشیع، قرن 16 و غیره، در این 1401 خورشیدی جوانان ایرانی هستند که رستاخیز ملی رو در دست گرفتند و زنان ایرانی با ندای زن ژیان آزادی، مرد میهن آبادی در کنار یکدیگر برای آبادی کشور، برای استقلال کشور و برای رسیدن اون سیادت و استقلال خود در کنار تمام جهانیان و پیش قدم زنان و گردآفرین زنان ایران، این رستاخیز رو به پیش می‌برند.